سرخط خبرها، بهشت جاسوسان و نهادهای امنیتی ایران. آمریکا موضعش برای ارسال تانک به اوکراین را تغییر داد. پوتین در صدد اعلام بسیج 200,000 سرباز جدید. برگزاری دادگاه بازیگر زن سرشناس ایرانی و نخست وزیر جدید نیوزلند سوگند یاد کرد. مشروع اخبار. بهشت جاسوسان و نهادهای امنیتی ایران، سازمان حمایت از قانون و مبارزه با تروریسم اتریش گزارش داد که رژیم جمهوری اسلامی ایران به طور گسترده در اتریش فعالیت‌های جاسوسی انجام می‌دهد و این کشور واقع در مرکز اروپا مکانی جذاب برای فعالیت جاسوسان ایرانی محسوب می‌شود. روزنامه جروزالم پست به نقل از گزارش ماه ژانویه سازمان مذکور آورده که به دلیل مجازات‌های غیر بازدارنده و سبک علیه جرائم و مجرمان جاسوسی در اتریش، این کشور به بهشتی برای فعالیت‌های جاسوسی ایران، چین، روسیه و ترکیه تبدیل شده است. بنا به این گزارش، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران طی چندین سال به ایجاد و استقرار شبکه‌ای از جاسوسان در اتریش اقدام کردند. آمریکا موضعش برای ارسال تانک به اوکراین را تغییر داد. به گفته برخی مقامات، دولت واشنگتن در یک چرخش موضع آماده است تا روندی را آغاز کند که در نهایت ده‌ها تانک جنگی آبرامز M1 را به اوکراین ارسال کند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، چنین تصمیمی از سوی واشنگتن تنها چند روز پس از آن اتخاذ می‌شود که واشنگتن با وجود درخواست‌های کییف و فشار عمومی از سوی برلین به دلیل مواجهه با درخواست‌ها برای ارسال تانک‌های جنگی لئوپارد ساخت آلمان، مخالفت خود با ارسال آبرامز را مطرح کرد. این مقامات که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که این اطلاعیه ممکن است تا روز چهارشنبه منتشر شود. بر اساس این تعهد، واشنگتن میتواند در مجموع حدود 30 تانک آبرامز را در ماه‌های آینده تحویل اوکراین دهد. پوتین در صدد اعلام بسیج 200,000 سرباز جدید. مقامات مطلع از داده‌های اطلاعاتی برای CNN فاش کردند که اعمال فشار بر اوکراین برای تغییر تاکتیک‌های جنگی خود همزمان با بروز علائمی دال بر این است که پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در حال بررسی انجام اقدامی اساسی ظرف چند هفته ی آینده برای بازپسگیری ابتکار عمل در جنگ اوکراین است. مقامات آمریکایی و غربی مطلع به CNN گفتند که نشانه هایی نیز وجود دارد که پوتین در صدد اعلام بسیج عمومی دومی است که ظرفیت آن به 200,000 سرباز برسد. برگزاری دادگاه بازیگر زن سرشناس ایرانی. به گزارش صبح تازه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هنگام قاضیانی بازیگر سینما و تلویزیون برگزار شد. به گزارش امتداد، این جلسه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. تاکنون از اتهامات مطروح علیه او اطلاعی در دست نیست. هنگام قاضیانی روز یکشنبه 29 آبان ماه به دلیل آنچه که ارتباط با رسانه‌های معاند و ضد انقلاب عنوان شد، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس روز یکشنبه 6 آذر ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. و نخست وزیر جدید نیوزلند سوگند یاد کرد. کریس هیپکینز، رهبر حزب کارگر، به عنوان 41مین نخست وزیر نیوزلند پس از استعفای غیرمنتظره جاسیندا آردرن سوگند یاد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی، هیپکینز 44 ساله در زمان آردرن وزیر آموزش بود. هیپکینز در مراسم ادای سوگند گفت: این بزرگترین امتیاز و مسئولیت زندگی من است. من از چالش‌های پیش رو انرژی و هیجان دارم.